افزایشان امنی ها در ولسوالی های هرات باعث شده تا بیشترین مناطق از انکشاف و پیشرفت باز بمانند. شماری از باشندگان ولسوالی های هرات میگویند که در چند سال اخیر به دلیل ناامنی ها پروژه های انکشافی کمتر در این ولسوالی ها تطبیق شدند. از سوی دیگر نمایندگان مردم شورای ولایتی نیز خواهان تطبیق متوازن پروژه های انکشافی در ولسوالی های هرات شده اند. با این حال ریاست احیا و انکشاف دهات ناامنی را یک معضل فراگیر در برابر اجرای پروژه های انکشافی میدانند، اما به گفته مسئولان در این ریاست بیش از 550 پروژه انکشافی در ولسوالی های این ولایت در حال تطبیق می باشد. شرح بیشتر در گزارش. به دلیل عدم تسلط دولت در مناطق دوردست، در دو دهه گذشته بیشتر ولسوالی های هرات از اجرای پروژه انکشافی باز ماندند. باشندگان شماری از ولسوالی های هرات می گویند که در چند سال اخیر به دلیل ناامنی ها پروژه انکشافی در این ولسوالی ها تطبیق نشدند. چون این مسئولات که هسته دیگه مشکلات امنیتی هست، مسئولات کمتر اینجا می آین و مسئولات کار به کار می سپردن همیشه یک مشکل هست. این مشکلاتی هم که در بیرون وجود داره ما به هر صورت با برادر را تفاهم میکنیم. اونا هم دلایل خود دارن، ما هم دلایل خود داریم، مردم هم مشکلات خود دارن. به اونجا ما تفاهم میکنیم، به یک نتیجه انشاءالله میرسیم. از سوی دیگر نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات میگویند که انکشاف نامتوازن در ولسوالی ها سبب شده است که شمار زیادی از باشندگان ولسوالی های هرات به شهر مسکن گزین شوند. این اعضا از حکومت میخواهند که گام های جدی را در راستای رشد اقتصاد روستایی باشندگان هرات بردارند. متاسفانه آنقدر حضور مردم در شهرها به هرات، خصوصا به هرات زیاد شده که دیگه هرات غیر قابل زندگی شده برای مردم بومی و اصلی هرات. یعنی اگر همون انکشاف متوازن در نظر گرفته شه، مشکلاتی که مردم در سطح قریه دارن، همون مشکلات از اینا برآورده شه، تشویق بشن مردم به اطراف که به شهرها مراجعه نکنن، این کار بسیار نیک و خوبه. با این حال ریاست احیا و انکشاف دهات هرات ناامنی را یک معضل فراگیر در برابر اجرای پروژه انکشافی میداند. اما مسئولان در این ریاست میگویند که 561 پروژه انتقالی سال گذشته به ارزش 1.1 میلیارد افغانی در ولسوالی های هرات در حال تطبیق است. به گفته رئیس احیا و انکشاف دهات، حدود 668 پروژه دیگر به ارزش 700 میلیون افغانی برای سال جاری در نظر گرفته شده است. این پروژه ها در بخش های ترانسپورت، انرژی پایدار، آبرسانی و آبیاری در قریه ها مطابق به خواسته های باشنده های محل تطبیق می شود. پروژه انکشافی ریاست یا انکشاف دهات در کل وزارت یا انکشاف دهات از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی، برنامه ملی آبرسانی روستایی، برنامه ملی انسجام صحوی و برنامه انرژی پایدار در ولایت هرات تحت پوشش قرار گرفته. ما 561 پروژه را به ارزش 1.1 میلیارد افغانی از بودجه 99 انتقالی داریم بر سال 14 است. فعلا کار پروژه های ما جریان داره. نگرانی های مردم از عدم تطبیق پروژه های انکشافی در ولسوالی های هرات در حال ابراز می شود که همکنون شماری از ولسوالی های این ولایت شاهد نبرد های سنگین میان نیروهای دولتی و گروه طالبان می باشد.